و 2000 تن میوه شب عید در میادین شهرداری. حالا آقا آجیل که واقعا گرونه، من دیگه ریزشو خبر دارم چون با هم مغازش آجیل فروشیه کامه، اصلا دیگه امسال اصلا توجیه دیگه نداره آجیل خریدن. حسه 800000 تومانی 900000 اصلا توجیه نداره، برای چی مردم باید برن آجیل بخرن؟ من نمیم کی پشت قضیه است. حالا ما بریم بگردیم احتمالا پستم یه مافیایی داره، باید پیداش کنیم. 850-900 تازه اینی که من دارم میگم قیمت مثلا خوبشه ها، مثلا خیلی دیگه جنس اعلی بخواد آدم بگیره 1200-300، مغز پسته 1400 1500، بادوم هندی 700000 تومان. حالا الان ما اینا رو میگیم، یه دوست عزیز میاد میگه که ستاد تنظیم گذاشتیم، برید بازارهای میوه تره بار مثلا 125000 تومان پسته. اینا اگه پیدا بشه خوبه، ولی پیدا نمیشه، خیلی گرونه. یعنی اصلا اساسا توجیه نداره امسال آجیل خوردنه، واقعا یه چیز عجیبیه. یعنی شما میرید حتما دیدنی برید و حتما دیگه آجیلاتون رو خونه های مثلا عمو و خاله و اینا بخورید خودتون. به نظر من توجیه نداره. من میگم من با هم مغازه آجیل فروشیه، ولی میگم توجیه نداره، خیلی گرونه این مملکت. اصلا پسته دنیا رو ما داریم تامین میکنیم، بعد مردم خودمون بعد پسته 850000 تومان کیلویی. یه فکری ایشالله در موردش انجام بشه، نمیدونم وزارت جهاد میخواد ورود کنه، تعذیرات میخواد، تعذیرات هم چیکار کنه؟ اونی هم که داره میخره داره گرون میخره، یعنی از مبدأش مثلا از یزد و رفسنجان و دامغان و اونجاها باید قضیه کنترل بشه. احتمالاً به خاطر بحث صادراته، یعنی دلار که میره بالا چون پسته صادراتی داریم روی قیمت داخله هم تاثیر میذاره، بعد به تبع پسته بقیه جنسا میره بالا دیم. مثلا بادوم زمینی، تخم آفتاب گردون، مثلا به دلار ربط داره تخم آفتاب گردون، ولی گرون شد. به نظرم یه تنظیم بازاری میخواد این حوزه.